شما شنونده دروس شاگردسازی سازی در رادیو جهانی پارس هستید. خوشحال می شویم در طول پخش این برنامه با ما همراه باشید. به برنامه دوره شاگرد سازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعلیمی یاد خواهید گرفت که شاگرد ایسای مسیح باشید. یک معلم از کتاب مقدس به شما یاد خواهد داد که شاگرد عیسی دعا می کند. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. عیسی می گوید بخواهید که به شما داده خواهد شد. پولس می گوید پیوسته دعا کنید و یعقوب می گوید دعای مرد عادل قدرت دارد و بسیار اثربخش است. کتاب مقدس در مورد دعا بسیار تعلیم می دهد. دومین مجموعه از تعالیم ششگانه در مورد تمرکز بر دعا است. دعا را می توان به سه گروه تقسیم کرد. دعاهایی هستند که بر خدا تمرکز دارند، دعاهایی وجود دارند که بر شما و یا سایر مردم متمرکز هستند. هر عنوان در دو قسمت خواهد بود. امروز یاد خواهیم گرفت که یک شاگرد برای نیازهای خودش دعا می کند. قسمت یک گرچه همه دعاها وقت خدا می شود در این دعاها شما برای خودتان از خدا می دعاهایی که بر نیازهای خودتان متمرکز است را می توان به چهار نوع تقسیم کرد دعاهایی برای نیازهای انسانی خود دعاهایی برای نیازهای روحانی خود دعاهایی برای نیازهای خدمتی خود و دعاهایی برای خانوادهتان در قسمت اول فقط در مورد دعا برای نیازهای انسانی یاد می گرفت. نکته یک یک شاگرد برای نیازهای انسانی خود دعا می کند. خدا روح و جسم شما را آفریده است. او خیلی بیش از خود شما به سلامتی شما توجه دارد. خدا واقعا به ما تعلیم می دهد که برای نیازهایی که احساس می کنیم دعا کنیم. در فیلیپیان فصل چهار آیه شش الا هفت او میگوید برای هیچ چیز قصه نخورید. در عوض برای همه چیز دعا کنید و هرچه لازم دارید به خداوند بگویید. مسیحیان نیز انسان هستند و دارای نیازهای انسانی مثل نیازهای جسمی، نیازهای فکری، نیازهای اجتماعی، نیازهای روانی و نیازهای زندگی روزمره می باشند. اجازه بدهید به تعلیم کتاب مقدس در مورد این دعاها که در مورد نیازهای انسانی است بپردازیم. اول، دعا برای نیازهای جسمیتان. نخستین نیازهای جسمی قضا است. برای قضا دعا کنید. بیایید متا فست 6 آیه 25 و آیه 32 الی 33 را بخوانیم. پس نصیحت من این است که برای خوراک و پوشاک قصه نخورید. برای همین زندگی و بدنی که دارید شاد باشید. پدر آسمانی شما کاملا می داند شما به چه چیز نیاز دارید. اگر شما قبل از هر چیز به ملکوت و عدالت خدا دل ببندید او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. خدا می داند که وقتی یک مسیحی سهم فعالی در جلال دادن نام خدا آمدن ملکوت خدا و انجام اراده او به عهده میگیرد به نان نیز نیاز دارد پس عیسی به ما تعلیم می دهد که برای فراهم کردن نیازهای روزانه باید وابسته به خدا باشیم با این دعا وابستگی کامل خود در زندگی را به خدا ابراز می کنیم و همینطور توکل خود را به او که مهیا کننده است نان روزانه فقط صحبت از قضا می کند. البته مربوط به قضاهای تجملاتی نیست بلکه فقط قضاهای اصلی آن کشور. به علاوه نان روزانه تنها قسمتی از قضا است که فقط نیاز یک روز است. پس عیسی به ما تعلیم می دهد که نسبت به درخواست نیازهای روزانه خود معتدل باشیم. ما بایستی برای قضا دعا کنیم نه برای تجملات. به دعای آکور در امثال فصل سی آیه هشت توجه کنید. مرا از دروغ گفتن حفظ کن و مرا نه دست بگردان و نه سروت من بلکه روزی مرا به من بده. ایسا و پولس رسول یک فضیلت مهم مسیحی را تعلیم می دهند. یعنی قناعت. پولس می گوید پس اگر خوراک و پوشاک کافی داریم باید راضی باشیم حتی اگر ثروتی هم نداشته باشیم. نیاز جسمی دوم امنیت است. برای امنیت خود دعا کنید. بیایید با هم پیدایش فصل سی و دو آیه یازده را بخوانیم. اکنون التماس می کنم مرا از دست برادرم ایسو رهایی دهی چون از او می ترسم. از این می ترسم که مبادا این زنان و کودکان را حلاک کند. در این مورد برادر یعقوب ایسون نسبت به او خیلی عصبانی بود و میخواست که از او انتقام بگیرد یعقوب برای محافظت خدا دعا کرد و خدا هم از او محافظت کرد بنابراین ممکن است شما نیز برای محافظت از دست افراد شریر برای خانواده خود و یا خارج از خانواده خود دعا کنید سومین نیاز جسمانی شفا است برای شفای جسمی دعا کنید. بیایید مزمور فصل سی آیه دو 3 را بخوانیم. ای خداوند، ای خدای من، وقتی نزد تو فریاد برآوردم و کمک طلبیدم مرا شفا دادی. مرا از لب گور برگرداندی و از چنگال مرگ نجاتم دادی تا نمیرم. در این مورد خدا داوود پادشاه را از یک بیماری بسیار جدی که تقریبا در اثر آن مرده بود نجات می دهد. خدا او را واقعا از مرگ نجات داد. اغلب مسیحیان مریض می شوند و بعضی مواقع ممکن است یک نفر خیلی خیلی مریض باشد. کتاب مقدس میگوید که ما می توانیم از پزشکان و داروها و تبابتهای شفا بخش استفاده کنیم. در هر صورت نباید فراموش کنیم که همه شفاها شفاهای الهی هستند. هیچ دکتری نمیتواند شما را بدون اجازه خدا شفا دهد. هیچ دارویی نمیتواند شما را بدون اجازه خدا شفا دهد. هیچ تبابت شفا بخشی نمیتواند شما را بدون اجازه خدا شفا دهد. هیچ شفایی بدون اجازه خدا صورت نمیگیرد. دوباره میگویم تمام شفاها شفاهای الهی هستند. چون خدا شما را خلق کرده، فقط خدا می تواند بیماری شما را شفا دهد. اگر خدا اجازه ندهد، هیچ پزشک، هیچ دارو و هیچ تبابت شفا بخش دیگری نمی تواند شما را شفا دهد. پس مسیحیان وقتی مریض هستند، بایستی دعا کنند. چون به علت دعای شما خدا می تواند اجازه شفای شما را بدهد. چهارمین نیاز جسمی برکت است. برای برکت جسمی دعا کنید. بیایید با هم اول تواریخ فصل چهار آیه ده را بخوانیم. اما یعیز نزد خدای اسرائیل اینطور دعا کرد. ای خدا مرا برکت ده و سرزمین مرا وسیع گردان. با من باش و مرا از مصیبت دور نگهدار تا رنج نکشم و خدا دعای او را اجابت فرمود یعیس را با این کلمه که شبیه واژه درد است صدا می زدند. چون مادرش او را با درد به دنیا آورد او را درد نامیدند زمانی که بعدها یعیس معنی اسم خود را فهمید به صورت بالا دعا کرد او از خدا خواست که او را از تمام آسیب هایی که موجب درد و حزن می شوند محافظت کند و خدا دعای او را شنید یعنی برای برکت مادی نیز دعا کرد چون شما می توانید همه خواسته هایتان را با خدا در میان بگذارید و مسلما می توانید برای هر نوع برکت در حضور خدا دعا کنید می توانید دعا کنید که خدا به شما برکت مادی دهد مثلا حدود شما را وسیع گرداند. می توانید دعا کنید که خدا با آزاد کردن شما از درد شما را برکت دهد. به هر حال همچون دعای یعیس خدا وعده نمیدهد که پاسخ دعاهای شما را تضمین کرده است. خدا نقشه بهتری برای زندگی شما دارد تا صرفاً ثروتمند و سالم بودن. دوم، دعا برای نیازهای فکری نخستین نیاز فکری درک است. برای درک کردن دعا کنید. بیایید مزمور فصل 119 آیه 18 و 73 را بخوانیم. چشمانم را بگشا تا حقایق شگفت انگیز کلام تو را ببینم. ای خداوند تو مرا آفریده ای پس به من دانش عطا کن تا قوانین تو را بیاموزم. قبل از اینکه کتاب مقدس را بخوانید، یا بررسی کنید برای درک کردن کتاب مقدس دعا کنید. حقایق فوقلادهی در کتاب مقدس وجود دارد اما خدا بایستی چشمان روحانی شما را باز کند تا این حقایق را ببینید. دومین نیاز فکری حکمت است. برای حکمت دعا کنید. بیایید یعقوب فصل یک آیه پنج را بخوانیم. اما اگر کسی از شما طالب حکمت و فهم برای درک اراده خداست باید دعا کند و آن را از خدا بخواهد زیرا خدا خرد و حکمت را به هر که از او درخواست کند سخاوتمندانه عطا می فرماید بدون اینکه او را سرزنش نماید حکمت توانایی همیشگی استفاده از بهترین راه برای رسیدن به بهترین اهداف است. توانایی گفتن سخنان صحیح و به موقع است. این است که به بهترین شیوه آنچه میدانید را به اجرا بگذارید. همه مسیحیان به حکمت نیاز دارند. بدون حکمت آنچه خواهیم گفت و انجام خواهیم داد حماقت خواهد بود. اما برای اغلب مردم دنیا حکمت یک فضیلت ذاتی نیست پس برای آن دعا کنید. سوم، دعا برای نیازهای اجتماعی. برای داشتن محبت در تمام روابطتان دعا کنید. بیایید اول تسالونیکیان فصل سه آیه دوازده را بخوانیم. خداوند محبت شما را چنان فزونی بخشد که بتوانید یکدیگر و دیگران را به شدت محبت کنید. بدون محبت هیچ کس نمیتواند با دیگری ارتباط خوبی داشته باشد. امروز مردم دوره را برای رشد مهارت های اجتماعی می گذرانند. مثل نحوه دوستیابی، چگونه سخنران خوبی باشیم، چگونه با اعتماد به نفس باشیم، چگونه در بین کار شغلی آرامش داشته باشیم و غیره. اما همه این دورها شما را فریب می دهند و پولتان را میخواهند. آنها فقط مهارت های ظاهری را تعلیم می دهند و چون اغلب مردم به ظاهر نگاه می کنند موفقیت آمیز به نظر می رسند. اما در طولانی مدت هر کس که به این مهارت های ظاهری و فریب متوسل و باوسته باشد بالاخره ماهیت درونی او آشکار شده و معیوس خواهد شد. تنها وقار اجتماعی که می توان در مقابل هر آزمایشی در اجتماع انسانی دوام بیاوریم فیزی است که خدا به شما می دهد فقط خدا میتواند به شما محبت بدهد چون خدا محبت است فقط خدا میتواند به شما حکمت بدهد چون فقط خدا حکمت است فقط خدا میتواند به شما کلماتی بدهد که با آن سخن بگویید چون خدا آفریننده تکلم است فقط خدا می تواند به شما اعتماد به نفسی سالم بدهد. پس مسیحیان بایستی بیشتر و بیشتر برای محبت نسبت به مردمی که هر روز ملاقات می کنند دعا کنند. چهارم دعا برای نیازهای روانی نخستین نیاز روانی آزادی از استراب است. برای آزادی از استراب دعا کنید. بیایید اول پتروس فصل پنج آیه هفت را بخوانیم. بگذارید خداوند بار تمام قصه ها و نگرانی های شما را به دوش گیرد زیرا او در تمام اوقات به فکر شما می باشد استراب چیزی است که هر انسانی آن را تجربه کرده است ممکن است در مورد گذراندن زندگی برای سلامتی و امنیت خود نگران باشید ممکن است نگرانی شما در مورد درس خواندنتان باشد یا برای حفظ کار و یا برای آینده باشد. ممکن است نسبت به آنچه فرزندانتان انجام می دهند نگران باشید و یا وضعیت سیاسی جهان یا موقعیت اقتصادی شهر خودتان. ممکن است نگرانی شما نسبت به مرگ یا روحهای شریری باشد که به شما حمله می کنند و یا نسبت به جفای دشمنان خود استراب داشته باشید. همه انسان ها استراب را میشناسند. استراب باعث بیخوابی شما می شود، باعث می شود که تمام روز عصبی و نگران باشید و باعث بروز بیماری زخم معده می شود. چگونه می توانید از استراب آزادی پیدا کنید؟ کتاب مقدس میگوید دعا کنید و همه نگرانی های خود را به او بسپارید چون او؟ برای شما فکر می کند. و فیلیپیان فصل چهار آیه هفت وعده می دهد که بدین گونه آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است دلها و ذهنتان را در مسیح عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت دومین نیاز روانی شفا از جراحت های روانی است دعا کنید که جراحت های روانی شما شفا یابد بیایید مزمور فصل 62 آیه 8 را بخوانیم. ای مردم، همه وقت بر او توکل نمایید. دلهای خود را به حضور او بریزید، زیرا خدا پناهگاه ماست. چه کسی تا به حال از اعمال دیگران آسیب نخورده است؟ بعضی اوقات یک نفر با بیان یک حرف به شما آسیب زیادی وارد کرده است. ممکن است آن حرف واقعیت نداشته است و باعث بی شما در مقابل مردم شده باشد. ممکن است آن حرف از روی نفرت گفته شده باشد. بعضی اوقات یک نفر کارهایی را می کند تا به شما آسیب بزند. برای مثال کارهای شرمانی انجام می دهد تا شما کار یا موقعیت خود را از دست بدهید یا سر شما کلا می گذارد. و یا به خاطر ایمانتان به مسیح به شما جفا میرساند. مهم نیست که چه چیز باعث آسیب شما شده حال شما از این اعمال غیر منصفانه در قلبتان به مدت طولانی احساس درد می کنید. اگر این جراحت روانی شفا نیابد شما را می تواند مبدل به شخصی کینهی و انتقامجو کنند. پس بایستی دعا کنید تمام بیعدالتی های دیگران و تمام جراحت های قلبی خود را به حضور خدا بریزید. خدا صبورانه می شنود و واقعا می تواند زخم های قلب شما را شفا دهد. پنجم برای نیازهای خود در عمل دعا کنید. دعا کنید که برای نحوه زندگی کردن خود هدایت شوید. بیایید مزمور فصل 143 آیه 8 و ده را بخوانیم. هر روز صبح رحمت خود را به من بنمایان زیرا بر تو توکل دارم راهی را که باید بپیمایم به من ده زیرا از صمیم قلب به حضور تو دعا می کنم مرا تعلیم ده تا اراده تو را به جا آورم زیرا تو خدای من هستی باشد که روح مهربان تو مرا به راه راست هدایت نماید هر روز احتیاج پیدا می کنیم که تصمیمات زیادی بگیریم. برای مثال چه بپوشیم، چه بخوریم، چه چیزی را بخریم، چه کسی را ببینیم و با وقتمان چه بکنیم. داوود پادشاه عادت خواندن کلام خدا را داشت و هر روز صبح برای هدایت خدا دعا می کرد. او از خدا می خواست به او نشان بدهد که آن روز چه راهی را برود و به او تعلیم دهد که اراده خدا را انجام دهد. شنوندگان، چرا شما از نمونه داوود پیروی نمی کنید؟ هر روز صبح کتاب مقدس را بخوانید تا اراده خدا را بفهمید و دعا کنید تا آنچه خدا می خواهد آن روز انجام دهید را کشف کنید. اجازه دهید ما امسال فصل 16 آیه 3 را بخوانیم. نقشه های خود را به دست خداوند بسپار. آنگاه در کارهایت موفق خواهی شد. هر روز با خدا راجب کارهایی که انجام می دهید حرف بزنید. از او بخواهید به شما نشان بدهد که چه کاری را باید متوقف کنید و نسبت به انجام چه کاری مسلما نباید قفلت کنید. در مورد هر فعالیت عادی و اتفاقی در زندگی روزمره خود دعا کنید. قبل از اینکه حرف بزنید دعا کنید. قبل از اینکه تصمیم بگیرید یا انتخاب کنید، دعا کنید. قبل از اینکه دست به عمل بزنید، دعا کنید. هر آنچه انجام می دهید به خداوند بسپارید و خدا وعده می دهد که به شما موفقیت خواهد بخشید. می خواهم در مورد درخواست کردن از خدا به شما هشدار بدهم. بیایید یعقوب فصل چهار آیه دو الاسه را بخوانیم. در حسرت چیزی به سر میبرید که ندارید پس دستتان را به خون آلوده می کنید تا آن را به چنگ آورید در آرزوی چیزهایی هستید که متعلق به دیگران است و شما نمی توانید داشته باشید پس به جنگ و دعوا می پردازید تا از چنگشان بیرون بکشید علت این که آن چه می ندارید این است که آن را از خدا درخواست نمی کنید وقتی هم درخواست می کنید خدا به دعاهایتان جواب نمیدهد، زیرا هدفتان نادرست است. شما وقتی در پی به دست آوردن چیزهایی هستید که باعث خوشی و لذتتان می شود. یعقوب نمیگوید که خدا دعاهای ما را نمیشنود. اما ما آنچه دعا میکنیم دریافت نمی کنیم. خدا همیشه دعای فرزندانش را میشنود. هیچ چیز نیست که او نشنود و یا دعای نیست که او به فرزندانش پاسخ آن را ندهد اما او بسیاری از اوقات به دعاهای ما پاسخ نه و یا هنوز نه میدهد چون ما هنوز شایسته دریافت آن عطایای آسمانی نیستیم اما او بسیاری از اوقات به دعاهای ما پاسخ نه و یا هنوز نه میدهد چون ما هنوز شایسته دریافت آن عطای آسمانی نیستیم. پاسخ دعاهای ما تزمینی نیستند چون قلب ما هنوز خودمحور است و اول نیاز به پاک شدن دارد. به همین علت است که یعقوب چند آیه بعد را اینطور می نویسد. او می گوید به خدا نزدیک شوید تا او نیز به شما نزدیک شود. ای گنهکاران! دست های گناه آلود خود را بشویید و دل خود را فقط با عشق الهی ربریز سازید تا پاک گردید و نسبت به خدا وفادار بمانید. زمانی که گناهانتان را اعتراف کنید و پاکی مسیح را دریافت می کنید می توانید با اطمینان دعا کنید و پاسخ آن را بیابید. همچنین می خواهم این هشدار را بدهم که هر درخواستی را به حضور خدا نیاورید. اغلب عطایای خدا و برکات او را به دست نمی آوریم چون دعا نمی کنیم. وقتی دعا نمی کنیم قلبی مستقل داریم که نیاز به تسلیم دارد. به دست نمی آوریم از آن رو که درخواست نمی کنید. به همین علت است که یعقوب می گوید تسلیم خدا باشید. به خدا نزدیک شوید که او نیز به شما نزدیک خواهد شد. در حضور خدا فروتن شوید تا شما را سرفراز کند. زمانی که نسبت به هر بخشش الهی وابستگی کامل خود را به خدا اعتراف کنید، می توانید با اطمینان دعا کنید و دریافت خواهید کرد. یعقوب همچنین میگوید از خدا درخواست کنید و به شما عطا خواهد شد. و همچنین میگوید دعای مرد عادل قدرت دارد و بسیار اثر بخش است. نتیجه: بایستی برای نیازهای جسمی فکری اجتماعی و روانی خود و فعالیت‌های روزمره‌تان دعا کنید فعالیت برای هفته بعد اول هر روز برای نیازهای جسمی خود غذا، سلامتی و حفاظت روزانه دعا کنید هر روز برای نیازهای دیگری مثل حکمت، محبت، نجات از استراب و هدایت در نحوه زندگی دعا کنید دوم کتابهای دستور عمل بروید شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www. دو تا نقطه net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم. w d o t a. n تی سوم هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید روح و روح و

پشت کن یا بند نجاتت را امیدواریم این دروس باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersion at gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه های رادیو جهانی پارس را در وبسایت www.persianworldradio.com دنبال کنید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون را در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.